اشکان، اول درباره این صحبت‌های رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل برامون بیشتر توضیح بده. بله، خب ستاد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل جنرال آویو کوخوی دیروز در مراسم تحلیف و معارفه فرماندهان قدیم و جدید نیروی هوایی اسرائیل صحبت میکرد. او در بخشی از صحبتهاش به موضوع ایران اشاره کرد، گفت که روند آماده سازی نیروی هوایی برای اقدام احتمالی درون ایران با سرعت ادامه داره. گفت که ما در سالهای گذشته نیروی هواییمون پیشرفت زیادی داشته، اما این پیشرفت همچنان باید ادامه پیدا بکنه. آویو کوخوی یک اشاره‌ای هم کرد در واقع به این عملیاتی که منتسب به اسرائیل هست در کشورهای منطقه در سالهای گذشته، عملیاتی که اسرائیل اسمش رو جنگ بین جنگ‌ها گذاشته. گفت که نقش نیروی هوایی در این عملیات بسیار بالا بوده و همچنان هم بسیار بالا خواهد بود. گفت که این عملیات باعث شده که اسرائیل بتونه جلوگیری بکنه از استقرار نظامی ایران در سوریه و همچنین از استقرار نیروهای حزب الله در نزدیکی مرز با اسرائیل. از او و همچنین به گفته او نقش مهمی داشته این موضوع در دفاع از امنیت شهروندان اسرائیل. فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل تومر بار همونطوری که گفتید گفت که این نیرو برای عملیات در دور و نزدیک آماده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل درباره جلوگیری از حملات مسلحانه فلسطینی‌ها هم صحبت کرده، بیشتر توضیح میدی کوتاه لطفا؟ بله خب آویو کوخوی گفت که در طول دو هفته گذشته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل به گفته او تونستن دست کم جلوی 10 حمله تروریستی فلسطینی ها در اسرائیل رو بگیرن. توضیح بیشتری نداد که موضوع در واقع به کدام عملیات اشاره میکنه، اما ما دست کم میدونیم که در روزهای اخیر نیروهای نظامی اسرائیل 3 عضو جهاد اسلامی رو که اسرائیل اونها رو یک بمب ساعتی خونده بود که قصد داشتن عملیات نظامی در خاک اسرائیل انجام بدن، در یک درگیری مسلحانه در کرانه باختری کشت. موضوعی که به گفته کانال 11 اسرائیل باعث شد که جهاد اسلامی بخواد راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک کنه، اما به گفته کانال 11 حماس که حاکم هست بر نوار غزه در حال حاضر خواهان جنگ با اسرائیل نیست و در لحظات آخر تونسته جلوی این اقدام جهاد اسلامی رو بگیره.